بدخشی یک بار دیگر وارد قفس MMA می شود. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا می کنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. عبدالعظیم بدخشی MMA کار نامآشنای افغانستان قرار است برابر عدیف روسی وارد قفس مبارزه شود. عبدالعظیم بدخشی ورزشکار برتر مبارزات کشور قرار است با بختیار ارزمنوف از روسیه به نبرد بپردازد. این مسابقه در کابل در سازمان SLFC برگزار می شود. بدخشی برای این مسابقه آمادگی های زیاد و فشرده گرفته است و آماده مسابقه با این عریف قویش می باشد. که مسابقه عبدالعظیم بدخشی و بختیار ارزمنوف مسابقه مرکزی می باشد. گفتنی است که پیش از این عریف بدخشی تا به حال 14 بار وارد قفس مبارزات آزاد شده و طی آن 11 پیروزی و 3 شکست را تجربه کرده است. این در حالی است که پیش از این بدخشی تا به حال 11 بار وارد قفس مبارزه آزاد شده و طی آن 9 پیروزی و 2 شکست را تجربه کرده که یک شکست او مقابل کاناکوف روسی به ثبت رسیده است. از این بدخشی در مورد این مسابقه روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: سلام هموطنان عزیز، این بار با خواهش شما علاقمندان و دوستان نهایت گرامی در بین شما عزیزان قرارداد مسابقه جدیدم با سازمان SLFC یا شب نبرد قرار است این مسابقه دیدنی و جالب در دور نهم شب نبرد برگزار شود که مبارزه من مرکزی خواهد بود. عریفم از کشور روسیه که دارای 9 برد و 1 باخت دارد که یکی از قوی ترین فایتر روسی می باشد روبرو خواهم شد. انشاءالله این بار زحمت و کوشش زیاد خواهم کرد تا بتوانم لبخند و خوشی را نصیب ملت خود بسازم. انشاءالله که از دعای نیکتان فراموش نشوم. تشکر از برادرم فواد نوری که همیشه بنده را تشویق و حمایت کرده. با امید پیروزی من و ملت افغانستان. زنده باد افغانستان. تلوی افغانستان. گفته می شود که تا به حال بدخشی 11 بار وارد قفس مبارزه شده و طی آن 9 پیروزی و 2 شکست را تجربه کرده است. یک مسابقه او در مقابل دینیس کاناکوف روسی بود که چند قبل باز محمد مبارز را شکست داد. این ورزشکار احمد ولی هوتک را نیز شکست داده بود. کاناکوف کابوس سیاه مبارزان افغانستان. دینیس کاناکوف مبارز روسی پس از شکست دادن باز محمد مبارز حالا به یک چهره انتقامی میان ورزشکاران رزمی افغانستان تبدیل شده است. به گزارش سپوتنیک، دینیس کاناکوف مبارز نامدار کشور چند روز پیش در سلسله رقابت های سازمان ACA در جدال نفذگیر و نزدیک موفق به شکست باز محمد مبارز نماینده پرافتخار افغانستان شد. مبارز در حال تن به شکست در این جدال سخت داد که در 3 راوند با کاناکوف به صورت پایاپای با وی جنگید، اما تنها با یک امتیاز اختلاف، آن هم با نتیجه 29-28 مسابقه را به حریفش واگذار کرد. مبارزه هرچند با یک امتیاز اختلاف مقابل کاناکوف شکست خورد، اما حالا وی پس از هوتک و بدخشی و سومین ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان تبدیل شد که در مقابل این ورزشکار روسیه تن به شکست داد. کاناکوف در سال 2017 احمد ولی هوتک، در سال 2018 عبدالعظیم بدخشی و امسال نیز باز محمد مبارز را با شکست مواجه کرده است تا در مقابل ورزشکاران رزمی افغانستان بی رقیب باشد. نکته قابل توجه این است که باز محمد مبارز برای گرفتن انتقام بدخشی و هوتک کاناکوف را چلنج داده بود، اما خودش نیز اسیر ضربات زده حمله این ورزشکار قدرتمند روس شد. شکست باز محمد مبارز مقابل دینیس کاناکوف در جدال نفذگیر. باز محمد مبارز ورزشکار نامدار افغانستان در مبارزات آزاد مقابل حریف نامدار روسیش شکست خورد. با گزارش سپوتنیک، در سلسله رقابت‌های سازمان ACA
باز محمد و دنیس کنکوف در شهر مسکو به مساف هم رفتند که در نهایت این جدال پس از 3 راوند مبارزه نفسگیر و پایا پای به سود مبارز قدرتمند روسی و کارش تمام داد. مبارز در حال تن به شکست داد که برای آمادگی 4 ماه در قرنطین بوده است و در شب قبل از مبارزه 6 کیلو وزن کم کرده است. وی در حالی که در 3 راوند این مسابقه تحت فشار زیاد قرار گرفت اما اجازه نداد کناکوف وی را ناکاوت کند. وی پس از پایان مبارزه با آن دختر پرچم افغانستان بر روی شانه هایش امیدوار بود تا داور دست وی را به عنوان برنده مبارزه بالا ببرد، اما کناکوف به خاطر ضرباتش در راوند این جدال برنده اعلام شد. اما پس از شکست باز محمد مبارز، نصرت الله آخونزاده به آدرس دنیس کناکوف چلنج فرستاد. آخونزاده روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: صدور چلنج رسمی نصرت الله آخونزاده و دنیس کناکوف در پی شکست باز محمد مبارز. تواضع و اخلاق از مؤلفه های بارز و شاخص برای یک ورزشکار می باشد. برد و باخت یک اصل اجتناب ناپذیر است. پس نباید مایوس بود و همواره آموخت. دوست عزیزم قهرمان باز محمد مبارز، کارنامه های خودت در خور ستایش است. لطفا مایوس مباش. به همین ترتیب از جناب درمل صاحب لاهو، شخصی که پیوسته در عرصه رشد ورزشکاران تلاش می نماید، صمیمانه التجا مندم تا فرصت مساعد نماید تا به لطف خداوند و دعای هموطنان عزیزم دنیس کناکوف را نقش بر زمین نمایم. تا حد توان شیر کنید تا به گوش کناکوف برسد. جسور آخونزاده. نصرت الله آخونزاده همچنان چند روز پیش موفق به شکست حریف ایندیاش شد. او روی صفحه فیسبوکش نوشت: هموطنان والاگوهر، بعد از یک مسابقه خیلی نفسگیر و شکست حریف ایندیم، فردا چهارشنبه ساعت 4 عصر به میدان هوایی کابل نشست خواهم کرد با امید یک افغانستان خودکفا مرفع و سربلند. او در مورد این مسابقه اش نوشته بود: الطاف و عنایت خداوند جل جلاله به منتهاست. هموطنان عزیز، کوچک شما نصرت الله آخونزاده و ورزشکار مبارزات آزاد کشور توانستم در یک مسابقه خیلی نفسگیر عریف خیش را که یک تن از قهرمانان مطرح کشور هند بود در راوند اول در سبمیشن تسلیم نمایم. این دستاورد بزرگ را به تک تک هموطنان عزیزم صمیمانه و عاجزانه تبریک میگویم. این در حالی است که نصرت حق پرست در مکان 4 فهرست بهترین مبارز MMA قرار گرفت. نصرت حق پرست مبارز افغان در سازمان مبارزات آزاد UFC جایگاه 4 را در یک تحقیق گرفته است. با گزارش سپوتنیک، شبکه ESPN پس از انجام یک تحقیق 25 مبارز برتر زیر سن 25 سال را معرفی نمود که نصرت حق پرست مبارز برتر افغانستان در سازمان به بزرگ آزاد مسابقات موسوم به UFC در این تحقیق جایگاه 4 را از آن خود کرده است. حق پرست که متولد آلمان است، از روحیه غیر قابل توصیف مبارزه طلبی برخوردار بوده و با 24 سال سن در سازمان UFC تا کنون 3 پیروزی کسب کرده و آینده درخشان به او پیش بینی می شود. البته حق پرست با حضور در سازمان UFC در اولین رقابت خود تن به شکست داده بود. این در حالی است که اسماعیل نوردیف، حریف اخیر سیر بهادرزاده، در این فهرست جایگاه 15 را به خود اختصاص داده است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.